امشم نسل به نسل یخ تراسی بالان و مشه مشه غلط یخوف. دوستان عزیز شالوم، در ادامه سفر پلیوس هستیم، میرسیم به لامد هستیم، لاشون هاره یا دوار رد لاشون هاره. هارا و لیزر پپو میفرمان مشخص هست بدی هایی که لاشون هاره میرسونه که بسیار بسیار زیاد است، همونطوری که در گمارای اراخین مینویسه شیی شقولا که نگید عوادازارا گلوی عرایوت و شفی خود دامیم، یعنی مطابق هست با بت پرستی، با زنا کردن و آدم کشی، همونطوری که داوید همیلخ مینویسه در سفرش. لاشونهاره چی هست دقیقا؟ هر موقع که انسانی بدی رفیقش یا هر همنوعش رو میگه، این لاشونهاره هست. افیلو عمر امت، و این متاسفانه اشتباهی است که خیلی ها میکنن. موقعی که بهشون میگن لاشوناره تعریف نکن، قسم میخوره، میگه باور کن دارم حقیقت میگم. لاشوناره حقیقت هست. اگر حرفی که ما میزنیم حقیقت نیست، اون میشه دروغ گفتن. دروغ گفتن یکی دیگه از احکام تورات نوقدوش است که در ده فرمان گفته دروغ نگو، و این کاری به اون نداره. هر موقع که ما بدی یک نفر رو تعریف میکنیم، یعنی حتی مادر میتونه داره برای خواهر خودش، برای دختر خودش در مورد یه پسر دیگهش میگه، اینا داره لاشوناره تعریف میکنه. و ایشون در ادامه میفرماد به هن به آوون نادام نیسول میمنو، گناهی هست که انسان ازش رهایی پیدا نمیکنه تا اینکه بره بخونه یاد بگیره. و هر کسی که بیشتر صحبت میکنه، اون افرادی که صبح تا شب، خانم هایی که با هم دیگه مرتب تلفن میزنن و اخبار شهر رو به هم میدن، اینها باید بدونن که چه گناه سنگینی در دستشون هست. همونطور که گفتیم داوید الملک در تعلیم 34 میفرماد میهایش خافس خیم، کی هست که دنبال داروی حیات هست؟ نسور لشنخا مرا، زبانت رو از گفتن بدی من کن، نگه دار. و هر چقدر که آدم حرفای سنگین تر میزنه، گناهش بیشتر هست. چه بسا هممون دیدیم دوستان که به خاطر لاشوناره گفتنها چقدر پسر دخترایی که قرار بوده با هم ازدواج کنن، و هشم میدونه چه بچه‌هایی میتونست از اینها به وجود بیاد، چه ربانیمی ناجی ملت اسرائیل، و به خاطر لاشوناره مردم به هم خورد، چه زنها و شوهرهایی که طلاق گرفتن به خاطر لاشوناره، چه افرادی که با هم دوستی های 20 ساله و 30 ساله داشتن و به خاطر زبون بد اینها از هم جدا شدن. و خیلی از افراد متاسفانه نمیفهمن، میگن مگه من چی گفتم؟ من حرفی نزدم، من کاری نکردم. این زبانش رو که آدم نگه داره و بر خودش کار کنه. باید بدونیم که دوستان گرامی، هلاخای لاشوناره زیاد هست و آدم باید مرتب بخونه و تکرار کنه. این نیست که یه بار فهمیده و دیگه کافی هست، بلکه باید مرور کرد، جزئیات رو یاد گرفت. و در دین ما این نیست که آدم اصلا حرف نزنه. خیلی ها میگن آره پس هیچی نگیم، صبح تا شب اصلا حرف نزنیم. نه، خود حراف خافس خیم که انقدر حواسشون بوده به لاشوناره نگفتن، ایشون خیلی حرف میزدن، تورا با مردم درس دادن ها. باید یاد بگیریم که چه حرفایی رو میتونیم بزنیم، میتونیم شوخی کنیم، میتونیم حرف بزنیم، لطیفه بگیم که البته پاک هست، ولی لاشوناره یک مسئله جداست که بخوایم بیایم بدی یک نفر رو بگیم. خود حراف حافظ خیم موقعی که جوان بودن و اومدن این کتاب رو نوشتن، خب کسی ایشون رو نمیشناخت. ایشون رفتن حسکاما بگیرن، تاییدنامه، یک تاییدیه بگیرن از یک راف که بگی آره من این کتاب رو خوندم و من قبولش دارم و مردم میتونن استفاده کنن. کما این که الان هر سفری که ما میخریم حسکاما داره، یک تاییدنامه از یکی از بزرگان داره، از هاراو اسحاق یوسف داره، موقعی که پدرشون زنده بود هاراو عدی یوسف، یا افراد دیگه. موقعی که حراف حافظ خیم رفتن تو اون شهر و این کتاب رو نشون اون راو بزرگ دادن،
موقعی که راو نگاه این کتاب کردید کتاب خیلی عالیه، ولی پیش خودش گفت آدمی که چنین کتابی مینویسه باید خیلی آدم درستی باشه. یه جوون اومده این کتاب نوشته، مطمئنن خودش هم لاشونارت تعریف میکنه و حاضر نشد که بهش این تاییدیه رو بده. حالا حافظ خیم چیزی نگفتن، تشکر کردن، اومدن بیرون، رفتن در یه جایی که یه چای بخورن، یه کافی بخورن. این راو دو تا از بهترین شاگرداش رو فرستاد، گفت برید امتحانش کنید، هر جور شده شما بلدید، یه کاری کنید ببینید آیا کسی که اومده چنین کتابی رو نوشته لاشونارا میگه یا نه. خب اینا رفتن تو اون رستوران یا کافی شاپ هر جا که بود، عارف حافظ خیم نشسته بودن یه چایی میخوردن، رفتن اونجا نشستن و گفتن شما از کجا اومدی و باش حرف زدن و عارف حافظ خیم گفتن بله من اومده بودم که برای کتابم تایید نامه بگیرم ولی متاسفانه نشد. چرا نشد؟ آره رفتی پشت فلان راف، نظر چیه؟ فکر میکنی کارش درست بوده؟ هر کاری کردن یک ساعت که یک کلمه حرف بدیشون بزنه، بگه آره این راوه بی خود کرده، یه چیزی گفته نباید بوده، این اون، دیدن چاره نمی کنن. اومدن پیش راوشون گفتن راف ما بهترین سعی خودمون رو کردیم که یک کلام لاشوناره از دهان این بیاریم بیرون و نیومد. گفت بفرستید بیاریتش که بهش تایید نامه بدم. دوستان همه ما در امتحان هستیم، هر روز هر کسی با همون حرف میزنه، هر تلفنی که بر میداریم فکر نکنیم چون این دوست صمیمیمون هست یا این مادرمون هست، خواهرمون هست، بعضیا فکر میکنن نزدیک بودن اشکالی نداره، خب این مادرم چه بی داره باش درد و دل دارم میکنم، دارم در مورد این میگم، در مورد مادر خانومم میگم، در مورد پدر خانومم میگم، یا یه خانومی به مادرش زنگ میزنه، اتفاقاتی که در خونه شوهرش و خانوادهشون میفته میره همه رو تحویل میده به مادر خودش و فکر میکنه اشکالی نداره و تمام اینها سور هست. تنها موقعی که میشه لاشوناره تعریف کرد که به عزرتش امروش صحبت میکنیم فقط موقعی است که یک فایدهی در کار باشه و ما این مثال رو چندین بار زدیم خدمتتون میگیم. یک نفر برای دخترش، یه پسر اومده میخواد ببینه این پسر خوبه بده چی هست، میدونه که مثلا آقای شمعون این پسر رو میشناسه، اگه بهش زنگ میزنه تلفن میزنه باید بهش بگه من الان میخوام در مورد فلانی باهات صحبت کنم و باید دلیلش رو بگه برای ازدواج هست، میخوام باش شریک بشم. پس اون کسی که میپرسه باید دلیلش رو بگه و اون کسی که جواب میده فکر نکنه حالا که دیگه موتار هست هر چیزی دلش بخواد میتونه بگه، بلکه باید حواسش باشه چی بگه چی نگه. و همینطور که گفتیم فقط برای توئلت، یعنی اگر حرف ما فایده‌ای داره میتونیم بگیم، اگه فایده‌ای نداره این دوباره لاشونه را حساب میشه و نگفتنش صلاح هست. راو در ادامه میفرمان باید چقدر بفهمیم که این مسئله هشم رو عصبانی میکنه و انسان باید بر خودش کار کنه، دهانش رو ببنده تا میتونه دور از جون مانند افراد لالی باشه که نمیتونه حرف بزنه، هیچی نگه. اگه حتی خوبی میگه و این خوبی به بدی میکشه، خوبی هم نباید بگه، چرا که طرف میان میگه آره پسر خوبیه، دست خرج اینه اونه، ولی این متاسفانه ولیه که میاد همه رو خراب میکنه و اگر آدم نمیتونه خودش رو کنترل کنه بهتره که هیچی نگه. راو میفرمان این لاشوناره فردی بود، حالا افرادی هستن که لاشوناره جماعتی میگن در مورد یه شهری، مثلا این میگه فلان شهری ها همه اینجوری هستن، اون میگه این شهری ها همه اینطوری هستن، یا سفارادی ها در مورد اشکنازی ها، یا اشکنازی ها در مورد سفارادی ها، که این گناه کلی هست، چرا که اومده یک جماعتی رو پشت سرشون لاشوناره گفته. خخامیم در چندین جای میدراش و سفاریم مختلف میارن که چقدر هشم عصبانی میشه موقعی که یک فرد میاد بدی یک فرد اسرائیلی رو میگه. این
بدترین چیز مثل اینکه آدم یک پدر بفهمه دارن در مورد پسرش یا دخترش حرف بد میزنن. آیا اون پدر ناراحت نمیشه؟ همین طوری هست که هشم رو ناراحت میکنن. هر کسی یه عیب و ایرادی داره دوستان، همون طوری که گفتیم گل بی عیب خداست. هر کسی عیب داره و اگر هر کسی بخواد بره عیب اون رو تحت شعاع قرار بده و به مردم بگه، خب پس همه باید پشت سر هم دیگه لاشونا رو تعریف کنن، بلکه باید نگاه خوبی های طرف کرد، تمام کارهای خوبی که انجام میده، بلکه باید حس کنیم که آیا من دوست دارم در مورد دختر من صحبت کنن، در مورد پسر من، من چرا بیام در مورد پسر دختر یه نفر دیگه یا یک شخص دیگه صحبت کنم و بدی بگم؟ برای چی؟ چی آیدمون شده تا امروز؟ چی نصیبمون گشته اگر لاشونا را تعریف کردیم و بدی مردم رو گفتیم؟ دوستان گرامی، افرادی هستن که زندگیشون رو از دست دادن. اگر شما حساب کنید یک نفر، مثال میزنیم، پارچه فروش هست و یه نفر بگه من رفتم از این پارچه خریدم به من کم داده یا جنس تقلبی به من داده، این به اون میگه، اون به اون میگه، بعد از یه مدت دیگه هیچ که نمیره از مغازه این چیزی بخره. این زندگی داره، پرنسا داره، خانواده داره. ما حساب نمی کنیم که این طرف ممکن اشتباه کرده، بله شاید اشتباه کرده، پارچه کم داده، شاید پارچه بد داده، ولی هنوز دلیل بر نمیشه که تمام زندگیش رو باید از دست بده، اسمش به بدی باشه در جماعت. در ثانی یک خانواده رو بد کردن به خاطر یک نفرم که نمیشه. خب یک خانواده هستن، پدر، مادر، چند تا دختر دارن، پسر دارن، حالا یه پسرشون اومده یه کار اشتباهی کرده و ما بریم بگیم خانواده اینا هیچ که نزدیکشون نشه، خب این دخترها چه گناهی کردن که نمیتونن الان ازدواج کنن؟ به خاطر که ممکنه برادرشون خب کارهای آنچنانی انجام میده. باید بیشتر از اینا حواسمون باشه دوستان گرامی. متاسفانه این گناه لاشوناره گریبانگیر همه هست. هاراو متتی و سلمن ایشون در سفرشون میفرمان موقعی که هشم رفت تورا بده به تمام دنیا ازشون پرسید، از ملت اساف پرسید، گفت شما تورا میخواید؟ گفتن تو تورا چی نوشته؟ گفت نوشته که آدم کشی نکنید. به اون گفت گفته کارهای منافی عفت انجام ندید. هاراو اینا همه در اومدن گفتن که ما نمیتونیم، ما اصلا ما کارمون آدم کشی هست، کارمون زنا کردن هست. حالا متتی و سلمون میپرسن اگر هشم ما سوال کرده بودیم که هشم تو تورا چی نوشته، میدونید هشم چی به ما میگفت؟ میگفت لاشوناره، چون میدونست گناه لاشوناره برای ما خیلی سخت هست. افرادی هستن که هر چقدر که یاد میگیرن هنوز این لاشوناره رو وله میکنن، اومدن در کنیسا دارن تفیلا میخونن. خانم هایی هست که یک ساعت راه رفته روز شبات اومده کنیسا و میشینه بغل دست رفیقش با هم دیگه لاشوناره تعریف کردن، بدگویی کردن در مورد مردم. این چه کنیسایی هست؟ این چه تفیلایی هست؟ چه ارزشی داره اومدن؟ اومدیم کوله باری از گناه رو بر کول خودمون بذاریم و بریم خونه به جای اینکه میسواک کرده باشیم؟ همین مسائل هست دوستان گرامی که تمام اتفاقات رو میبینیم. اگر ملت‌های دنیا با ما بد هستن از خودمون هست، برای اینکه خودمون با خودمون بد هستیم. بیاید خوبی انجام بدیم، کار نیک برای هم انجام بدیم، زبون خوب برای هم بذاریم. حالا یا لوله کش هست یا دکتر هست یا سیم کش هست، هرچی که هست پشت سرش بدی گفتن خیلی مواقع از روی حسادت هست. نمیتونیم ببینیم که این رفیقمون بوده، با هم کلاس بودیم، این رفت الان دکتر شده. چی میگیم به همه؟ نه این دکتر خوبی نیست، پیش این نریا، اصلا دکتر خوبی نیست. این فقط روی حسادتمون هست و نمیتونیم ببینیم که این داره در زندگیش موفق میشه، میخواد خونه بخره، میخواد دختر شوهر کنه، نمیتونیم ببینیم. پس چه کار میکنیم؟ میریم پشت سرش لاشوناره میگیم که مردم پیش این نرن. و باید بدونیم که داریم زندگی رو از مردم میگیریم و اینها دوستان گرامی ما باید جواب پس بدیم جلوی خود شابر خوب. باید بترسیم از این مسئله. میدونیم که زن هاراو کانیفسکی
یادشون به خیر باشه، جاشون در گندن لیون هست. ایشون به همه خانوما گفتن شبی 2 دقیقه 3 دقیقه با هم دیگه، با شوهرتون، با هر کسی هلاخای لاشوناره رو بخونید. در خونه‌ای که هلاخای لاشوناره گفته بشه و یاد بگیرن و انجام بدن، بدونن که اون خونه هیچ ناراحتی، مریضی، دردسر تو این خونه نمیاد. چیزی هست که ایشون گفتن و چقدر اهمیت داره که هر کسی چند دقیقه بذاره هر روز که این هلاخای لاشوناره رو کاملا یاد بگیره، بدون چه حرفایی میتونه بزنه، چه حرفایی گفتنش درست نیست. راو میفرمان متاسفانه انقدر لاشوناره بین مردم، مخصوصا افرادی که عامی و بی سواد هستن، شده، همه فکر میکنن این موتار هست، میگن چه عیبی داره، نمیتونن بفهمن که بابا عیب داره، این هیچ فرقی با آدم کشی نداره. چند نفر از ما آدم کش هستیم؟ چند نفر از ما میریم قتل میکنیم؟ چند نفر از ما بت پرست هستیم؟ همونقدر که اگر بیان بهمون بگن فهمیدی شیمون رفته آدم کشته، باورمون نمیشه، میگیم شیمون آدم کشه؟ باید همونقدر ناراحت بشیم اگر شیمون، لوی، ایساخار، هر کسی، دورا، ابیگیلز، هر کسی که هست میرن لاشوناره تعریف میکنن. در آخر کار دوست دارم خدمتتون بگم که چرا اینقدر لاشوناره بد هست. طبق دین ما اگر یک نفر یک خطایی میکنه، 2 نفر شاهد لازم هست. مثلا اگر یک نفر شبات داره خلول میکنه، داره بت پرستی میکنه، هر کاری که میکنه، یک شاهد نمیتونه بره در دادگاه و بگه من فلانی رو دیدم که داشته گناه میکرده، شبات داشته غذا میپخته یا شکار میکرده، هر چی که هست. 2 تا شاهد میخواد که بیان و در دادگاه شهادت بدن. حالا ما میدونیم که ساتان بدی ما رو میخواد. ساتان هر روز میره و بدی ما رو به هشم میگه. ساتان دشمن ما هست. کارش این هست که بدیهای ما رو پیدا کنه و اونم میره وظیفش رو انجام میده، میره پیش هشم لاشوناره تعریف میکنه. هشم انقدر ملت اسرائیل رو دوست داره که میگه ببین طبق قانون تورا من 2 تا شاهد احتیاج دارم که بیان و شهادت بدن علیه آقای فلانی. برو یه شاهد دیگه وردو بیا، تو 1 نفر کافی نیستی. حالا این ساتان میاد و نگاه میکنه، الان دشمن شیمون هست، باید بره 1 نفر رو پیدا کنه که در مورد شیمون بدی بگه. اگر آقای لوی بلند شه و بدی بگه، میگه آها، میره پیش هشم، میگه هشم شاهد دومم پیدا کردم، من و لوی. اون موقع هست که چقدر سخت میشه در شماییم که بخوان برای این فرد که در مورد لاشوناره گفته شده کاری کنن، چون 2 نفر دارن بدی میگن. پس دوستان گرامی، نباید ما نفر دوم باشیم. ساتان نفر اول همیشه داره بدی هممون رو میگه. فکر نکنیم امروز نوبه اینه، فردا نوبه اونه، پس فردا نوبه خودمون میشه. ساتان دنبال هممون هست و میاد. نیاییم که 1 شاهد دیگه باشیم برای دسیسه ساتان. داستان خیلی جالبی هست که در حدود 30 سال پیش اتفاق میفته، از ربانیت کانیفسکی، خانم هاراف کانیفسکی، که یاد 2 تاشون به خیر باشه، که ایشون هیچ وقت عروسی نمی رفتن، فقط اگه عروسی خودشون خودمونی بود، ولی جاهای دیگه نمی رفتن، ولی یک فردی ازدواج کرده بود که ایشون رفتن و خیلی خوشحال بودن و اومدن این داستان رو برای همه تعریف کردن. گفتن چند سال پیش یک تصادف بسیار سختی اتفاق میفته، یک دختر 15 ساله در این تصادف بوده، خیلی بدجور از چندین طرف ماشینا به هم میخورن و به این صدمه زیادی و آسیب زیادی وارد میشه و این دختر رو میبرن بیمارستان و این دختر 2 هفته در کما بوده و بلند نمیشده. مادر پدر این که خیلی ناراحت بودن میان خونه هاراف کانیفسکی و خواهش میکنن، تمنا میکنن که هاراف براشون تفیلا بخونه و اونجا بودی که هاراف با خانومش میگن ما هر 2 تفیلا میخونیم برای این دختر که هرچی زودتر به سلامتی کامل نائل بشه. تفیلای این هاست به ثمر میرسه و در اون 2 هفته، آخر این 2 هفته، این دختر از کما بلند میشه و حواسش سر جاش بوده، ولی خب استخوناش شکسته بوده، چندین
جراحی احتیاج داشته. اولین سوالی که میکنه میپرسه، میگه که مامان من چقدر در حالت کما بودم و خواب بودم؟ مادرش تعجب میکنه، میگه الان تو این وضعی که هستی بارو خشم که بلند شدی، بارو خشم که بیدار شدی، چه فرقی میکنه؟ گفت نه مامان، من به خودم قول دادم الان یک سال هست که هر روز چند دقیقه دو تا هلاخای لاشوناره رو میخونم و میخوام ببینم من چند روز در حال کما بودم، در خواب بودم، که بتونم خودم رو برسونم اون عقب افتادگیایی که نخوندم. و اینها واقعا چقدر خوشحال میشن مادر و پدر که میبینن دخترشون اینقدر براش اهمیت داشته چنین مسئله ای، و بهش میگن و به خود بر خودش قبول میکنه که تمام اونهایی رو که عقب افتاده برگرده و مرور کنه و بخونه. خب هنوز همونطور که گفتیم وضع این دختر بسیار سخت بود، جراحی‌های زیادی لازم داشت، ولی با این وجود هر چند دقیقه که آروم میگرفت کتاب حراف حافظ خیم هلاخای لاشوناره رو در دست داشت و در بیمارستان میخوند. موقعی که این دختر داشت کم کم بهتر میشد، خانواده این دختر دوباره رفتن پیش حراف خیم کانیفسکی و به خانمشون گفتن که این دختر دو هفته که در کما بوده و شما تفیلا خوندید و اولین سوالش این بوده که چقدر من عقب هستم، چقدر وقتی که من در خواب هستم. و موقعی که اینها چنین چیزی رو فهمیدن انقدر خوشحال شدن که خانم حراف کانیفسکی گفت که به عزرت هشم که این دختر به سلامتی میاد خونه، چندین سال دیگه ازدواج میکنه و من قول میدم که توی عروسی دختر شما برخصم. و این چیزی بود که در اون موقع یک خواب بود، چرا که این دختر انقدر تصادف سختی کرده بود که ممکن بود حتی نتونه را بره. ولی موقعی که از دهان صدیق و صدیقه چنین چیزی در میاد، دیگه برخای هشم هست. و واقعا همین طوری شد، این دختر بعد از چند ماه از بیمارستان اومد بیرون سالم و کامل و انگار اصلا هیچ گونه یاد بود از این تصادف رو این نبود. بعد از چند سال ازدواج میکنه، تلفن میکنن به خانم حراف کانیفسکی و ایشون یادش بوده، میره اون عروسی و با خوشحالی با عروس میرقصه. اینجا هست که دوستان گرامی، سروران عزیز من، خیلی ها زنگ میزنن دنبال یشوع میگردن، برامون تفیلا بخونید، ما احتیاج به کمک داریم، یک فرد مریض هست برمینان، یک نفر درد سر زندگی داره، آقایی هست، آقا پسری هست که اون زن زندگیش گیرش نیومده، دختر خانومی هست که دنبال شیدوخش میگرده. اگر بر خودمون قبول کنیم، پرق شیرا خوندن خیلی خوب هست، تعلیم خوندن خیلی خوب هست، ولی اگر این مسئله رو بر خودمون قبول کنیم که روزی چند دقیقه هلاخای لاشوناره رو بخونیم و انجام بدیم، نه اینکه فقط سرسری گوش کنیم و بگیم اوه که من گوش کردم، نه اصلا فایده نداره. اگه میخوایم گوش کنیم و انجام ندیم گوش نکنیم. بر خود قبول کنیم که میخوام گوش کنم. للمود المند لعصوت، میخوام یاد بگیرم که انجامش بدم. و اگر واقعا کوانمون این طوری باشه، همونطور که حراف کانیفسکی با خانمشون به همه قول دادن، گفتن هر کسی که هلاخای لاشوناره رو بخونه و انجام بده یشوعهایی میبینه که اصلا باورش نمیشد. هشم کمک کنه که بتونیم دهان خودمون رو نگه داریم، برای خوبی استفاده کنیم و همیشه بتونیم شالوم در دنیا بیاریم و ناراحتی ها رو پس بزنیم. باروخ ادنال اولامن و آمن.